سلام خدمت همه شما دوستان کانال عینک. ویدیوی امروز یکی از مجموعه ویدیوهای زبان بدن و ارتباط خیلی نزدیکی با ویدیوی قبلی، یعنی ویدیوی ذهن ناخودآگاه داره. اگه بخوام به صورت خلاصه در مورد ذهن ناخودآگاه توضیح بدم، باید بگم ذهن ما به دو صورت کار میکنه: آگاهانه و ارادی و ناخودآگاه و غیر ارادی. اون بخشی از ذهن که به صورت ناخودآگاه و غیر ارادی کار میکنه به دو صورت به ما خدمت میکنه. یکی از اونها اینه که اعمال حیاتی بدن رو کنترل میکنه، یعنی مثلا گردش خون، بهبود زخم ها، مبارزه با انواع باکتری ها و میکروب ها، همه اینا تحت کنترل ذهن ناخودآگاه ما هستن، یعنی به صورت غیر ارادی انجام میشن و ذهن آگاه ما هیچ دخالتی در انجام اونها نداره. دومین بخش از خدمت‌های ذهن ناخودآگاه همکاریش با ذهن آگاهمونه و از همکاری ذهن آگاه و ناخودآگاهمونه که تصمیم‌های ما شکل می‌گیرن و ما رفتارهای مختلفی رو از خودمون نشون میدیم. گفتیم که پرسنل خیالی ذهن ناخودآگاه ما یا از قانونهای طبیعت پیروی میکنن یا از قانونهای پیروی میکنن که یه روزی خود ما به اونها دیکته کردیم. خب قانونهای طبیعت یعنی چی؟ مثلا پلک زدن. بر طبق برنامه ریزی که طبیعت رو بدن ما انسانها انجام داده، ما از بدو تولد پلک زدن رو شروع کردیم. بعضی از مطالعات میگن که دلیل پلک زدن مرطوب کردن چشم یا محافظت از اون در مقابل گرد و خاک و یا اجسام خارجیه. بعضی دیگه از دانشمندا معتقدن که ما با پلک زدن افکار خودمون رو هم مرتب کرده و روی دنیای اطرافمون تمرکز میکنیم. درسته که به نظر میرسه پلک زدن غیر قابل پیشبینی و ناگهانیه، اما در حقیقت پلک زدن ما در زمانهای مشخصی صورت میگیره و تصادفی انجام نمیشه. برای مثال اگه مشغول خوندن کتابی باشید، به احتمال زیاد بعد از خوندن هر جمله پلک میزنید. اگه دارید به یه سخنرانی گوش میدید، در زمانهایی که سخنران مکس میکنه شما هم پلک میزنید و اگر مشغول تماشای فیلم باشید، در اون لحظه هایی که ریتم فیلم آرومتر میشه پلک میزنید. هیچ کدوم از ما پلک زدن رو یاد نگرفته، بلکه این ذهن ناخودآگاه بدنه که هر زمانی که لازم باشه دستور پلک زدن رو به پلک میرسونه. نفس کشیدن هم همینطوریه. مطالعات نشون میدن که بر طبق دستورالعمل ذهن ناخودآگاه، یک نوزاد تازه به دنیا اومده بدون اینکه خودش بدونه 30 الی 60 بار در دقیقه نفس میکشه. اما حساب کتاب تنفس در بزرگسالان متفاوته. بزرگسالان به طور متوسط 12 بار در دقیقه نفس میکشن. حالا از اونجایی که مدیریت تنفس هم دست ذهن ناخودآگاهه و اون باید حواسش به همه چی باشه، در صورت تحرک بیشتر بدن یا قرار گرفتن در موقعیت‌های هیجانی و احساسی، ذهن ناخودآگاه به سیستم تنفسی دستور میده که تعداد تنفس رو بالا ببره. پلک زدن و تنفس دو نمونه از اعمال حیاتی هستن که کنترل اونها به دست ذهن ناخودآگاه ماست. اما به غیر از این اعمال حیاتی که تحت کنترل سیستم ناخودآگاه بدنه، یه سری دیگه از عکس‌العمل‌ها هم هستن که تحت کنترل ذهن ناخودآگاهن اما ناشی از قوانین طبیعت نیستن. یعنی ما خودمون اون برنامه‌ها و قوانین رو وارد سیستم ناخودآگاهمون کردیم. اجازه بدید در مورد این عکس‌العمل‌هایی که کنترلش دست ذهن ناخودآگاه ماست اما برنامه‌اش رو ما به ذهن ناخودآگاه دادیم، چند تا مثال بزنیم. مثلا یه آدم شکمو رو در نظر بگیرید. این فرد شکمو بعد از دیدن یه دسر خوشمزه و خوشبو، ناخودآگاه برای برداشتن اون دستشو دراز میکنه. ذهن ناخودآگاه این آدم سر خود تصمیم نگرفته که این شیرینی برداشته بشه، بلکه به دلیل اینکه بارها و بارها فرد شکمو با دیدن یه دسر خوشمزه و خوشبو به طور ارادی تصمیم به برداشتن اون گرفته و بعدش هم اونو برداشته و طعم شیرینیش رو چشیده و لذت برده، ذهن ناخودآگاه تکرار این کار فرد رو نیاز اون فرد تلقی کرده و اون رو به عنوان یه قانون در نظر گرفته. اینطوریه که هر زمانی که چشم دسر خوشمزهی ببینه و بینی بوی خوش اون رو حس کنه، ذهن ناخودآگاه دستور شکلگیری این عکس‌العمل، یعنی دراز کردن دست و برداشتن دسر رو صادر میکنه. بزنین یه مثال دیگه بزنم.
ممکنه که برای همه ما پیش اومده باشه که یه زمانی که برای پیاده روی یا خرید میریم بیرون، توی خیابون با شخصی برخورد کنیم که احساسی خوب یا احساسی بد به ما منتقل میکنه. اون وقت هرچی که فکر میکنیم یادمون نمیاد که چرا از این آدم حس خوب یا حس بدی گرفتیم و یا این که احتمالاً قبلاً اون شخص رو کجا دیدیم. موضوع اینه که تمام مدارک مرتبط با اون شخص یا احساسی که اون در ما ایجاد کرده در ذهن ناخودآگاه ما موجوده. حالا دلیل احتمالی این که ما نمیتونیم دلیل اون احساس رو بفهمیم عدم وجود تمرکز ذهنی ماست. بذارید یه مثال دیگه بزنم. تا حالا براتون اتفاق افتاده که بدون اینکه دلیلی داشته باشه به شدت سعی کنید که از موقعیت خاصی فرار کنید؟ مثلا بی دلیل نخواهید که در ارتباط یا در کنار آدم به خصوصی قرار بگیرید. منظورم اینه که شما اطمینان دارید که دوست ندارید در کنار اون شخص قرار بگیرید، اما همچنان دلیلی هم برای این دوست نداشتن پیدا نمی کنید. این دلایل هرچی که باشن یه جایی توی ذهن ناخودآگاه شما موجودند. اما موضوع اینه که شما سیگنال ذهنی رسیدن به اون دلایل رو ندارید، یعنی نمیدونید از چه راهی باید پیداشون کنید. تازه گاهی بعد از دوری از اونچه که حس بدی در شما ایجاد میکرده معلوم میشه که اون شرایط یا اون فرد خاص واقعا تهدیدی برای شما محسوب میشده. واسه همینم بعد از رهایی از اون خطر شما با خودتون فکر میکنید چه شانسی آوردم، یا میگید حس ششمم بهم خبر داد، میدونستم نباید اونجا باشم، همش دلشوره داشتم. جریان از این قراره که ذهن ناخودآگاه ما رو خیلی دقیق میشناسه و خیلی از اون چیزهایی که ذهن آگاه ما حواسش بهشون نیست و در مورد اونها سهل‌انگاری میکنه در ذهن ناخودآگاه ما در نظر گرفته میشن. یعنی ممکنه که ما بعضی از خاطرات و تجربیاتمون رو فراموش کرده باشیم، اما ذهن ناخودآگاه ما اون اطلاعات رو داره و میتونه خطر رو کاملا تشخیص بده. واسه همینم هست که با بوییدن کسی یا با حضور در شرایط بخصوصی ذهن ناخودآگاه ما حس خاصی از اون در ما ایجاد میکنه و در مورد اون خطر به ما هشدار میده. حالا برای اینکه ذهن آگاه ما یعنی خود ما بتونیم پیام ذهن ناخودآگاهمون رو درک کنیم، باید تمرکز و دقت کافی داشته باشیم. منظورم اینه که اگر تمرکز و دقت کافی نداشته باشیم، پیام‌های ذهن ناخودآگاهمون رو اشتباه تفسیر می‌کنیم. از اونجایی که خوندن زبان بدن به سیستم ناخودآگاه ما کاملا مرتبطه، شناخت سیستم ناخودآگاه کمک به سزایی در تفسیر زبان بدن افراد مختلف ما می‌کنه. در ویدیو قبلی در مورد ژست‌های صورت صحبت کردیم و اینکه ژست‌های صورت و بدن در نیم ثانیه اول بروز کاملا واقعی هستند، چون در اون نیم ثانیه اول رفتار ما کاملا تحت کنترل ذهن ناخودآگاه یا خلبان خودکار بدن نمونه. بعد از نیم ثانیه اول کنترل ذهن آدم ها میفته دست ذهن آگاهشون. اینجوریه که اون فردی که در مقابل ماست میتونه آگاهانه و بر اساس سیاست هاش خودش یا نظرش رو به ما نشون بده. از بین حالات و ژست های صورت، مردم ژست لبخند یا خنده رو بیشتر تقلب میکنن، چرا که با لبخند زدن تاثیرگذاری روی مردم بیشتر میشه و راحت تر میشه اونها رو کنترل کرد. میگن لبخند مصریه، یعنی اگر شما به کسی لبخند بزنید، حتی اگه لبخندتون واقعی هم نباشه، فرد مقابلتون با دیدن شما تحریک میشه که بهتون لبخند بزنه. در یکی از دانشگاه‌های سوئد در مورد لبخند بر روی 120 داوطلب آزمایشی انجام شد. در این آزمایش یه سری عکس از چهره‌های شاد یا عصبانی به داوطلبین نشون دادن و از اونها خواستن که با دیدن هر عکس هیجانی رو نشون بدن که ازشون خواسته میشه. یعنی مثلا بنا به صلاح دید پروفسور دانشگاه، با دیدن اون عکس‌ها اخم کنن، لبخند بزنن یا بدون احساس باشن. زمانی که از داوطلبین خواسته شده بود که حالتی مخالف با چهره‌ای که می‌بینند رو از خودشون بروز بدن، یعنی مثلا لبخند رو با اخم پاسخ بدن، یا زمانی که چهره اخمو می‌بینن لبخند بزنن، غالبا اون داوطلبین کنترل عضلات صورتشون رو از دست می‌دادن و حالت‌های مسخره‌ای روی صورتشون شکل می‌گرفت، چون آدم ها به صورت ناخودآگاه تمایل دارن که به صورت‌های اخم و اخم کنند و جواب لبخند رو با لبخند بدن. این که بخوان برخلاف ذهن ناخودآگاهشون رفتار کنن و آگاهانه هیجانی رو نشون بدن که ازشون خواسته شده کار خیلی سختیه.
به عقیده یکی از استادان کالج لندن به نام پروفسور روت کمبل، در مغز انسان‌ها یه سری سلول‌های عصبی متقارن وجود داره که اون سلول‌ها واکنش‌های فوری ما رو با احساسات ما مطابقت داده و سازماندهی می‌کنن. به عبارت دیگه ما چه حواسمون باشه یا نباشه، به هر حال به شکل اتوماتیک حالت صورت کسی که بهش نگاه میکنیم رو کپی میکنیم. واسه همینه که میگن همیشه باید لبخند داشت. لبخند مستقیما بر نگرش افراد تاثیر میذاره و باعث میشه که مردم هم با لبخند به شما واکنششون بدن. مثلا لبخند زدن در آغاز جلسات فروش یا جلسات مذاکره موجب ایجاد واکنش های مثبت در دو طرف میز مذاکره میشه. این لبخند زدن در نهایت منجر به نتایج موفق‌تر و میزان فروش بالاتری هم خواهد شد. اساساً لبخند زدن یعنی کنترلگر نبودن و مطیع بودن. انسان‌های اولیه باید تشخیص می‌دادن که غریبه‌ای که داره بهشون نزدیک میشه دوست یا دشمن. بر این اساس هم کسانی که لبخند می‌زدن در امنیت بودن و اونهایی که لبخند نداشتن دشمن تلقی می‌شدن و مورد تهاجم قرار می‌گرفتن. یعنی چون لبخند نشون دهنده یه جست خلع سلاح شده و بی خطره، ما بیشتر ترجیح میدیم که در روابط روزانمون با چهره هایی مواجه بشیم که لبخند دارن، حتی اگه لبخندشون واقعی نباشه. حالا دروغگوهای سابق فهمیده بودن که لبخند چیز خوبیه و میشه باهاش به راحتی دروغ گفت و پشتش مخفی شد. مدتی هم به همین شکل دروغگویی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه آدم ها فهمیدن همه ی لبخند ها قابل اطمینان نیستن. حالا سوال اینه که چه لبخندهایی دروغن؟ بر طبق تحقیقات دانشمندان، لبخند دروغگوها خیلی سریع‌تر از حالت معمول شکل میگیره و بیشتر هم طول میکشه. به طوری که انگار یه ماسک لبخند زده باشن. لبخندی که مصنوعی و دروغی باشه معمولاً در یک طرف صورت واضح‌تر از طرف دیگه صورته. اون قسمت از لایه رویی مغز که مسئول احساسات صورته و با ذهن آگاه و هوشیار ما مرتبطه در نیمکره راست مغز قرار داره و سیگنال‌های خودش رو به سمت چپ بدن میفرسته. در نتیجه احساسات دروغین صورت بیشتر سمت چپ صورت ظاهر میشن. این در حالیه که در یک لبخند حقیقی هر دو نیمکره مغز برای ایجاد یک لبخند متقارن وارد عمل میشن. حالا اجازه بدین چند نمونه از لبخندهایی رو که ما روزانه باهاش مواجه میشیم بررسی کنیم. لبخند با دهن بسته. در این نوع لبخند لبها به صورت دو خط افقی به هم میچسبند و عرض صورت رو اشغال میکنند و اینجوری دندونها مشخص نیستند. این نوع لبخند نشونه اینه که فرد یه چیزی برای مخفی کردن داره، یا حرفی داره که نمیخواد بگه، یا عقیده‌ای داره و دوست نداره که اون رو با شما به اشتراک بذاره. این مدل لبخند بیشتر مورد علاقه خانمایی که نمیخوان نشون بدن که از فرد خاصی خوششون نمیاد و معمولا بقیه زن آنها میتونن این حس رو در لبخند اون تشخیص بدن، در صورتی که مردها غالبا حواسشون به این جست نیست. مثلا فکر کنید که خانم شماره 1 به خانم شماره 2 میگه که من توانایی های زیادی دارم و کاملا میدونم که چی میخوام. بعد خانم شماره 2 به جای اینکه در جواب چیزی بگه یه لبخند کشیده با لبهای بسته تحویل خانم شماره 1 میده، در حالی که داره با خودش فکر میکنه چه زن پر افاده و متوهمی. پس اما گاهی این مدل لبخند در تصاویر مجله ها و بر روی صورت تاجران و بازرگانان موفق دیده میشه. انگار دارن میگن من اسرار موفقیت رو میدونم، شما هم باید تلاش کنید که یاد بگیرید. جالب اینجاست که واقعا این عکس ها انگیزه ی تحرک ایجاد میکنن. وقتی صفحه مصاحبه با این افراد رو در مجله میخونید متوجه میشید که این افراد با هیجان زیادی در مورد اصول موفقیت و نحوه موفق شدنشون صحبت میکنن، اما چیزایی که میگن به ندرت جزئیات دقیقی از نحوه موفقیتشون رو نشون میده. حالا اگر روی یه جلد مجله عکس بازرگانی رو ببینید که یه لبخند بزرگی روی لبهاش داره و دندوناش هم معلومه و در مصاحبهش دیدید که به جزئیات دقیق نحوه موفقیتش اشاره میکنه، باید بدونید که اون اطمینان داره که هیچ کسی کارهایی که اون کرده رو نخواهد کرد. بریم سراغ یه مدل لبخند دیگه که من اسمشو گذاشتم لبخند دلبرانه. لبخند دلبرانه اینجوریه که سر رو به پایین و کجه، در حالی که نگاه رو به بالاست. کسی که اینجوری لبخند میزنه کودکانه، بازیگوش و پنهانکار به نظر میرسه. مردها به این لبخند کمرنگ علاقه بیشتری نشون میدن، چرا که حس کودکانه‌ای که والدین اونها با اونها داشتن رو به یادشون میاره.
یعنی غالبا مردان نسبت به زنانی که اینجوری لبخند میزنن حس حمایت و اهمیت دارن. پرنسس دایانا عروس ملکه الیزابت برای جذب احساسات مردم خیلی از این لبخند استفاده میکرد. این لبخند علاوه بر این که در جذب احساسات مردمی مورد استفاده دایانا بود، بلکه بعد از مرگش هم پسرش پرنس ویلیام برای جذب احساسات و نظر مثبت مردم گاهی در حالی که همین لبخند رو میزد از مادرش هم یاد میکرد. خنده باعث آزاد شدن موادی در بدن میشه که بهشون آرامش بخش طبیعی میگن. یکی از این مواد اندروفینه. اندروفین تقویت کننده ی حسهای خوبه و ترشح این ماده در بدن باعث کاهش استرس و تسکین بدن میشه. البته خنده و گریه از دیدگاه روانشناختی و فیزیولوژی شبیه همن. مثلا آیا تا حالا براتون پیش اومده که از شدت خنده زیاد بی اختیار به گریه بیافتید؟ دلیلش اینه که زمانی که خیلی خندیده باشید به دلیل ترشح زیاد اندروفین حال بدن شما درست مثل حالت بدن معتادانی میشه که تازه مواد مخدر مصرف کردن. کسانی که بعد از بروز مشکلاتی در زندگیشون به مواد مخدر و الکل پناه میبرند هم سعی دارن که از راه‌های دیگه همون احساس خوبی رو که اندروفین در بدن ایجاد میکنه رو در خودشون ایجاد کنن. یا مثلا کسانی که از زندگی ناراضیان یا اونهایی که خودخواه و خشن هستن بعد از مصرف الکل بیدلیل میخندن. چرا که مصرف الکل باعث ترشح اندروفین در بدن میشه؟ به عقیده دکتر پول اکمن، یکی از دلایلی که مردم به صورت‌های خندان جذب میشن اینه که دیدن خنده مستقیماً بر سیستم ناخودآگاه ما اثر میذاره. بعد از دیدن لبخند دیگران ما هم لبخند میزنیم و اندروفین در بدنمون آزاد میشه. خب اجازه بدید برای درک بهتر خنده مکانیسم جوک رو در نظر بگیریم. اساس بیشتر جوک ها به این شیوه است که در یه جایی از داستان جوک یه خرابکاری صورت میگیره یا یه اتفاق دردناکی رخ میده. یعنی یه اتفاق غیر منتظره میفته و اینجوری مغز ما با ترس مواجه میشه. بعد خنده ما موجب ترشح اندروفین برای کسب آرامش میشه. یعنی با وجود اینکه ما احتمالاً میدونیم که اتفاق جوک واقعی نیست، اما باز هم اندروفین در بدن آزاد میشه. بعد از شنیدن جوک هم صدای خنده ما شبیه صدای شامپانزه ها در زمانیه که به دیگران در مورد وجود خطری فوری هشدار میدن. حالا جالب اینه که اگه یه حادثه واقعی پیش بیاد و ما به گریه بیفتیم، بدن ما باز هم برای ایجاد آرامش اندروفین آزاد میکنه. واسه همینم هست که گاهی ما با این مسئله مواجه میشیم که بعضی از آدما بعد از قرار گرفتن در یک بحران عاطفی بزرگ مثل مرگ عزیزانشون، از اونجا که مغزشون نمیخواد این غم بزرگ رو باور کنه، بعد از اینکه اندروفین در بدنشون آزاد شد شروع به خندیدن میکنن و زمانی که مغز اون واقعیت تلخ رو بپذیره خنده به گریه تبدیل میشه. استادان بازاریابی باورشون اینه که اضافه کردن طنز به تبلیغات باعث افزایش فروش میشه. مشتریان رو به خرید ترغیب میکنه و احتمال بیشتری داره که خریداران ادعای فروشنده رو در مورد محصول بپذیرن. برخلاف اینکه بالا رفتن دو گوشه لب‌ها نشونه خوشحالیه، پایین اومدن دو گوشه لب نشون دهنده وجود ناراحتی در آدم هاست. و این جست در افراد ناراحت، عصبانی، ناامید، مضطرب و متاسف زیاد دیده میشه. کسانی که در طول زندگی مدام در معرض این گونه احساسات باشن، حالت صورتشون کلن تغییر میکنه و کناره‌های لب‌هاشون دیگه دائما پایین میمونه. کسانی که حالت صورتشون این شکلیه حس خوبی به دیگران نمیدن و مردم با اونها ارتباط چشمی برقرار نمیکنن و در صورتی که اونها بخوان به کسی نزدیک بشن از طرف مقابل رغبتی نمیبینن. این در صورتیه که افراد با اعتماد به نفس و مسلط فقط در بین دوستاشون خوشحال نیستن، بلکه دائما حتی به دشمنشون هم لبخند میزنن. مطالعات نشون داده که زنها به طنز اون مردهایی میخندن که براشون جذاب باشن و مردها به زنانی جذب میشن که به طنز اونها بخندن. واسه همینه که شوخ طبعی در فهرست اولویت زنان برای انتخاب مرد قرار میگیره. اگه زنی در مورد مردی با دوستش صحبت کنه و بگه خیلی مرد بامزه‌ایه، همش داشتیم با هم میخندیدیم، این یعنی جذب اون مرد شده. و زمانی که مردی در مورد زنی میگه این زن حس خوبی به طنز داره، معنیش این نیست که اون زن خوب میتونه جوک بگه، بلکه معنیش اینه که اون به جوکای من خندید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. که اگه اینطوریه لطفاً لایک، شیر و سابسکرایب یادتون بمونه. ضمن اینکه با نظرهایی که میدید در بهتر شدن کیفیت مطالبی که ارائه میشه سهیم باشید.
همه سفرهای بزرگ با قدم اول شروع میشن. قدم هامون در شناخت بیشتر و بهتر جهان هستی پایدار و روز شب همگی خوش.